بیش از 30 نفر از مردم خشمگین تبریز در یک حرکت اعتراضی قبض‌های گاز رو که با قیمت‌های بسیار زیاد براشون صادر شده بود در برابر اداره گاز شهر تبریز واقع در کمربندی نرسیده به مارالان آتش زدند. همینجا خدمتتون بگم که خشم و نارضایتی مردم علیه این غارتگری بی سابقه نمودهای مختلفی پیدا کرده، از جمله اینکه مردم با دستکاری کنترل‌های گاز شمارانداز اون رو از کار می‌ندازن. فکر می‌کنم همین دیروز بود که روزنامه حکومتی مردم سالاری از قول موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع به این موضوع اعتراف کرد و نوشته بود که برخی از مردم اختلالی در کنترل گاز ایجاد کردن و از این کالا به رایگان استفاده می‌کنند. این عضو مجلس ارتجاع به دروغ‌های دولت پاسدار احمدی نژاد هم اعتراف کرده و گفته که برخی مسئولان در صدا و سیما اعلام کردند که بیش از 80% قبوض گازهای خانگی کمتر از 40,000 تومان بوده، اما آمار دولت رو قبول نداریم. ما نمایندگان از نزدیک با مردم در ارتباط هستیم و می‌دونیم بیش از 80% قبوض گاز بالای 200,000 تومان. طی روزهای اخیر بسیاری از دانشگاه‌های کشور به منظور اعتراض علیه اختناق و اقدامات سرکوبگرانه رژیم در دانشگاه‌ها فراخوان دادند. همکارم فرید پویان گزارشی در همین رابطه داره که به گزارشش گوش می‌دهیم. با سلام به بینندگان عزیز و با درود به دانشجویان شجاع و مبارز میهن. خدمتتون بگم که دعوت به اعتصاب و تحصن در دانشگاه‌ها ابتدا توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران صورت گرفت. این دانشجویان در مورد علت این فراخوان در بیانیه‌شون نوشتند: برای پایان دادن به وضعیت امنیتی دانشگاه تهران در قالب اعتراض صنفی از اساتید و دانشجویان عزیز کلیه دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران می‌خواهیم در روز یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه با تعطیل کلیه کلاس‌های درسی اعتراض خود را نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه تهران برسانیم. اما از اونجایی که این درد مشترک همه دانشگاه‌های کشوره و به قول خود دانشجویان رژیم آخوندی دانشگاه‌ها رو تبدیل به پادگان و زندان کرده، به سرعت این فراخوان توسط سایر دانشجویان در دانشگاه‌های دیگه مورد استقبال قرار گرفت و تا الان دانشجویان 22 دانشگاه به فراخوان اعتصاب علیه اختناق و سرکوب در روز 25 اردیبهشت جواب مثبت دادند. این دانشگاه‌ها در تهران شامل دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پلی تکنیک، علم و صنعت، صنعتی شریف، دانشگاه ملی، هنر، علامه و دانشگاه‌های آزاد، شامل واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، پیشوا، ورامین و رباط کریم. در تبریز دانشگاه‌های چهارگانه این شهر شامل دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه آزاد تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز. همچنین در مازندران دانشگاه‌های مازندران و آزاد ساری، در گیلان دانشگاه گیلان و آزاد لاهیجان، در همدان دانشگاه بوعلی و در کرج دانشگاه آزاد این شهر به فراخوان اعتصاب در روز یکشنبه 25 اردیبهشت پیوستند. دانشجویان دانشگاه گیلان در بیانیه خودشون از جمله نوشتند: ضمن پیوستن به اعتصاب 25 اردیبهشت بار دیگر با آرمان‌های جنبش‌های دانشجویی تجدید میثاق کرده و اعلام می‌داریم تا رهایی ایران عزیز از چنگال دشخیمان به مبارزات خیش ادامه خواهیم داد. جمعی از دانشجویان دانشگاه ملی ایران هم در بیانیه‌شون می‌نویسند: همزمان با موج بهاری که به خاورمیانه وزیده، ایران نیز از عطر این نسیم بی‌نصیب نمانده و بار دیگر دانشگاه این دژ استواری و ایستادگی از زیر تل هجوم استبداد آزادی ستیز قد راست کرد و مشتاقان آزادی را نویدی دوباره داد. شعاری: دانشگاه زنده است. دانشجویان دانشگاه مازندران هم می‌نویسند:
25 اردیبهشت ماه را به فرصتی تبدیل کنیم. به باور ما شرایط استبدادی کنونی آخرین پیچی است که جنبش دیرپای دموکراسی خواهی در ایران تا گذار از آن به سرمنزل مقصود خواهد رسید. در بیانیه دانشجویان دانشگاه علامه از جمله آمده است: با اعتصاب در روز 25 اردیبهشت به این حرکت اعتراضی و هماهنگی پیوندیم و صدای اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود و جد خفقان در این سنگر امن آزادی و عدالت هر چه رساتر سر می دهیم. و بالاخره دانشجویان دانشگاه آزاد ساری می نویسند: 25 اردیبهشت سرآغاز فصل نو در جنبش دانشجویی ایران است. از تمامی دانشجویان آزاداندیش به ویژه دانشجویان آزاد و آزاد واحد ساری همگام با دانشجویان سراسر دانشگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا در این حرکت شرکت نمایند و نسبت به فضای بسته و امنیتی دانشگاه اعتراض خود را اعلام دارند. این بود قسمت‌هایی از بیانیه‌های تعدادی از 22 دانشگاهی که به فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویی در روز 25 اردیبهشت جواب مثبت دادند. خیلی ممنون از شما فرید برای گزارشی که دادین.